حالا شد، برو گودزیلا اومد. وای رفت براشون. تو 6 ساعت از زندگی رو با این قیافه پدر سوخته گند زدی تو زندگی من. 6 ساعت از عمر من هدر این مرد که شده. اوه قلبش از کجا اومد؟ سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و یه قسمت دیگه از دراگنز دوگما، بازی که نمیدونم واقعا این قسمت چه ماجراهایی میخواد بذاره جلومون، چون واقعا توی قسمت قبلی یه چیزی که برای من جا افتاد این بود که باید ذهن گیمریمو بذارم کنار. این بازی مثل گیم عمل نمیکنه. تو هر بازی دیگه بود، مثلا تو قسمت قبلی ما قرار بود یه زندانی رو آزاد کنیم، میرفتیم زندان، حالا یا مخفیکاری میرفتیم یا همه رو میکشتیم، رد میشد میرفت و بعد میرفتیم ادامه میدادیم. نه، 4 ساعت گیر بودیم، آخرش هم نفهمیدیم چجوری آزادش کردیم و کارمون رسید به زنده کردن مرده. خب بنابراین این بازی شما دار باید ذهن گیمری بذاریم کنار، بریم ببینیم ماجرا به کدوم سمت میره. خب برگشتیم به خونمون. یه نکته جالبی که می‌خواستم بهتون بگم و اینو بچه‌ها توی کامنت‌ها بهم گفته بودن این بود که من هر بار از بس که این سیو منو اذیت کرد که سر سیو من همش می‌رفتم 2000 تا 2000 می‌دادم به مسافر خونه که بازیم سیو شه، که اگه گند زدم توی چیزی بتونم بیام بیرون برگردم از اونجا که هنوز گند نشده توی چی. خب و واقعا من اینو پیشنهاد می‌کنم. اما در اصل قبلی بچه‌ها خیلی تو کامنت گفته بودن که می‌تونی با همین خونه‌ت هم همین کارو بکنی اگه بخوابی. خب اتفاق خوبیه. حالا میخوایم ادامه بدیم ماجرا رو. ببین تو قسمت قبلی ما هنوز تو زندانیا نتونستیم آزادش کنیم، به خاطر که میگه بعد یه جایی که پر از تومار رو پیدا کنیم. من هیچ جایی یادم نمیاد بالا که کجا تومار بود، هیچ جایی هم نشون نمیده. بنابراین رفتیم رو ماموریت بعدی، اونم این که باید بریم توی مراسم بالماسکی شرکت کنیم و چیز کنیم، مراسم بالماسکی شرکت کنیم. اونجا یه یاروی به اسم لورد پاتریک، این ممکنه که از متحدین ما بشه. حالا متنش اینه. ببین من تو قسمت قبلی یکی از بچه ها گفته بود که زندانه رو میتونستی راحت بری اگه لباس نگهبان میپوشتی. حالا من میگم امتحان کردم فکر کنم یه بار اون قضیه رو و بهم باز حمله کردن. حالا از دوباره این قسمت میخوام مثلا ماموریت همین چیزا رو اینو بریم یه بار انجام بدیم با لباس مخصوصش. دیگه گفته توی این مراسمه بعد بریم دنبال یه کسی که یه دونه شنل آب پوشیده و یه ماسک بدون چه میدونم بدون یال پوشیده. خب به نظر من این داره به من چی میگه؟ میگه اگه بخوای بری توی این مراسم بدونی که دیده بشی، برو یه دونه شنل آبی بپوش با یه دونه ماسک. حالا ماسک از کجا گیر بریم نمیدونم والا. بذار امتحان کنیم، بذار قبل از اینکه خودمون اعصاب خودمون رو خرد کنیم 2 ساعت راه بیفتیم تو خیابونا بریم لباس. من لباس این چیزا رو دارم فکر کنم. وایسا آیتم تو بخش لباس اینا کورتی نوشته یه لباس رسمیه که هر کسی بخواد وارد قصر ورن وورث بشه بعد اینو بپوشه. ولی خب شلوارش هم اینه. بعد دیگه مثلا سلاحمون هم ریموف کنیم فعلا، مثلا سلاح همراهمون نباشه. آره بریم به سمت قصر ببینیم آیا امشب این مراسم قرار برگزار بشه یا نه. خیلی خب رسیدیم به قصر. اونا که نمیتونن بیان تو، بعد ببینیم که اونایی که دارن میرن تو چه لباسی میپوشن. چه نها کن اینا الان میخوام بال ماسک شرکت کنن دیگه. بسید از اینا سوال پرسیم چه چیزی بدونن. بهتر حواست به خودت باشه. میدونی من کیم؟ ای بابا این وزیرم همش با ما صحبت میکنه. شما اطلاعاتی نداری؟ ما نمیخوام با شما صحبت کنم. خب بال ماسک هست یا نه امشه؟ شاید به شما اطلاع بد دادن ولی امروز هیچ مراسمی نیست تو روحت. به اذیت میکنه واقعا. حالا من دوباره باید همه این راه رو برگردم برم بخوابم یه روز دیگه بیام. خب من با همین صندلی که دم درش بود یه چند باری همطوری زدم که بره جلو زمان. ببینیم اینجا الان نگاه کنیم کسی دمی درش وایسته. خب الان اینا برای چی اونجا وایستادن؟ فقط زنه وایستاده، هیچ کس دیگه نیسته. اینا هم که نمیخواست با همون صحبت کنه. تو الان هم مسکرید نیست دوباره. آره نیست دیگه معلومه. I cannot permit you to enter the masquerade hall in your current raiment. It is ill suited to the occasion. میگه نمیتونم اجازه با این ظاهر بری، مناسب این مراسم نیست. خب چی مراسمه این مراسمه؟ لام هستم. خب من به اگرستم اینجا به چیزه مشروع فروشیه بریم پیش این فرمانده بریم با این چی میگه. خب این اصلا معلوم نیست باید چی کار کنیم.
As a reward for your majesty's efforts. برای تلاش‌هایی که شما دارید انجام میدید دعوت شدید به چیز، دعوت شدید به مراسم تاجگذاری. او پس نیازشون مرد کردن نجات بدیم، هم کارو کردیم، قبول شد. You will of course require raiment befitting of the occasion. بله خب بعد یه لباس مناسب این مراسم بپوشید. لطفا وقتی این لباس به درد بخورش به دست آورید برگردید. خب تو بعد من بگی چی پیدا کنم. If we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. میگه ما اگه بخوایم بریم شما رو به عنوان عریزن واقعی معرفی کنیم، باید کار زیاد انجام بدیم. خب در رابطه با این آقای ماجستریت که تو زندانه، بگو ببینم اینو باید چی کارش کنیم، یا مثلا در رابطه با مراسم بالماسکه، بگو ببینم. الان یه مدتی بود که میگفتن که اون ساورن یا عریزن قلابیه داره از زخم‌هایی که تو نبرد مثلا با اژدهاخور و این داره درمان میشه. ولی خب چیزی که من شنیدم، حالا اون به اندازه کافی خوب شده و میتونه بدون کمک بقیه راه بره. بنابراین به افتخار شجاعت مثلا واقعی اون، اونا یه دونه بالماسکه را انداختن در اونجایی که ما میخواییم بریم. بله خب هویت اون ساورن دروغین هنوز برای ما ناآشناست، و حتی اینکه از کجا اومده هم برای ما سوال هنوز. تو بالماسکه هم فکرم چون صورتک داره نمیفهمیم دیگه. بله خب شاید نزدیک شدن به این ساورن دروغین در یک سری مراسمی مثل این که همه جمع میشن میتونه یه نشونامی به اون بده که پشت این صورتک چیه. نظرتون چیه اعلیحضرت؟ میشه این ازتون بخوام؟ یعنی ببین من مهارتر از اون پسر گرفتم، از اینم دارم میگیرم مهارتر رو. خب ممنون. Some of the sentries posted on masquerades are under my command. میگه بعضی از سربازانی که اونجا هستن مسئول، میگه بعضی از این سربازانی که من اونجا گذاشتم مسئول ماسکرید، افراد خودم میگم به شما سخت نگیرم بهتون برین داخل. وقتی رفتید داخل خب باید یه دونه صورتک داشته باشیم و لباسمون هم جور باشه که شبیه اونایی که دعوت شدن باشه. This should suffice to help you blend in. تموم شد. این بهتون کمک میکنه که برین داخل. ماسک داد بهمون. صورتک رو بدون، ولی یه لباس خوبم نیاز دارید. به هر حال بخش مهمی از این جور گرد همایی ها ظاهر و لباسه که شما میپوشید تا بتونید اونا قبولتون کنن. خیلی خوب، الان لباس درباره تنمونه دیگه. با من نمیفهم چی گیر دادین شماش به لباس من. بیا ماسک از کدوم بخش رو برداریم؟ اینا شا به نظرم الان دیگه میذاره بریم داخل. خب اگه خدا بخواد الان میذاره بریم داخل دیگه، اگه نظرم فوش میدم. ماسکرید در حال انجامه، شب طولانی خواهد بود. حداقل برای ماهایی که نگهبانی باید بدیم. گم شو دیگه، من رفتم داخل. بالاخره تونستیم اینجا رو وارد چی؟ به یه حس رضایتی داره دیگه که کشفش کردیم خودمون دیگه. خب حالا ساورن و دروغین کی هست؟ اون کی اونجا داره راه میره مثلا؟ ما راستی دو تا معبرت داریم، یک کسی که یه شنل آبی پوچی در بعد پیداش کنیم، اینا شده دیگه تابلوه. این سر پتریکه، پسر ولیعت گفته بود بدیم به این یه چیزی. چیزی نیاز داشت؟ چه ترس صحبت کرد؟ Is there aught you need? متوجهم. ممنون که اینو به من دادید. من بایستی جوابم رو بعدم برم بنویسم پشت درهای بسته البته. خب نامه رو دادیم، ولی حالا باید بریم بگردیم دنبال ولیعهد. کدومه که این قیافش بخوره به ولیعهد؟ این چرا؟ تو نه به من اهمیتی ندید. ما کسانی که اینجا جمع شدیم چیزی نیستیم جز یک سری نجیب زاده بینام. درست نیست که دنبال هویت یکدیگر باشیم.
خب پس یعنی چیکار کنیم؟ ما الان دیدیم یه کسی از اون پشت دیواره ول کرد رفت به جایی، ببینیم چیه قضیهش. اینجا بود دیگه. آره شنیدی؟ قرار محدودیت‌های بیشتری برای بیزنس با بتال باشه. ظاهراً حتی آیتم‌های بسیار خصوصی رو هم اجازه نمیدن دیگه وارد کنیم از اونجا. چه وحشتناک. من یه سری نوکرانی دارم از بتال که برام چیز میز میارن. شاید بعد نماشه برم بهشون بگم که عجله کنن برگردن. اینا هم که ربط نداشت. از اینجا رد شد دیگه یارو. قضیه چیه؟ What You found the hidden passage. یو بیگی که اومد، بیگی که اومد. چیه قضیه؟ وای این ساورن اجدادکشه. بچه ها دارن چیز می جمع کنن. اینجا چه خبره؟ یارو اومده اینجا؟ نه اینجا وصله به اون روسپی خونه. خب تو چه خبره؟ اتفاقی افتاده؟ به نظر میرسه که یک فرد مشکوکی اومده از اینجا رد شده. باید اونو امنش کنیم. بیا اینجا. اون زنه باهوشه. یه بار دیگه جونمون رو نجات داد. باز کنید. اینجا چه مسخره بازیه؟ اسخای میکنم بانو ویلهیمینا. ما گزارش هایی داشتیم که یک شخصیت فاسدی وارد اینجا شده. ای بابا من همین الان خودم جلوی در بودم و ندیدم کسی وارد اینجا بشه. برید دوباره کارتون. از اینجا برید وگرنه خشم رو بر سرتون فرو میآورم. گم شید. این زنه ارتباط خفنی با دربار داره. شاید خواهر اون زنه است. اون وقت جنابالی اومدید اینجا در زمین بازی نجیب زادگان. به نظر میرسه چهرت نشون میده که دنبال یه چیز با ارزش میگردی. نکنه دنبال این میگشتی احتمالاً. Come on then, keep boring. زود باشید برام برسی. من اینجا شاه شما و شاه شما لیاقت خوشگذرونی داره. بله اعلی حضرت. بگید ببینم اعلی حضرت، نوشیدنی بیشتر میخواید یا ما بایستی راههای بیشتری پیدا کنیم برای خوشگذرونی؟ بله بله، یکم اذیت عوضش کنیم ماجرا را. فکر کنم بهت گفته بودم که مشروب خوری تو مراقب باشی، مگر اینکه فراموش کرده باشی ما الان یه دونه بال ماسکه به خاطر شجاعت جنابالی را انداختیم اونجا و تو پاشت اومدی اینجا خوشگذرانی نمی‌کنی. اون یارو هم که باید سوار کردن اومده. ای بابا میدونم، فقط قضیه اینه که بعض وقتی سم می داخلم میاد و مجبور میشم این کارها رو بکنم دیگه. تو تنها کاری که باید بکنی اینه که بشی شاه تقلبی ما و بشی مشاور سوئن پسرش. و خب تا اون موقع باید قشنگ یادت باشه که نقش تو نیاز داره که یه مقدار چیز داشته باشه، یکم منش داشته باشه، منش پادشاهی داشته باشه. فکر کنم که علا حضرت موقعیت خودتون رو بدونید. نه نه آره میدونم، هر چی که شما بگید. من میرم الان سری مشروبا رو از وجود خودم میکشم بیرون، بالا میارم. اینم اولین دیدارمون با ملکه.
Why not remove yours as well? تو چرا صورتکی تو برنمی‌داری؟ اینجا که دیگه تالار بالماسکه نیست و اینجا تنها هستیم. نظرت چیه که این وانمود کردن‌ها رو بذاریم کنار و باز با هم دیگه صحبت کنیم؟ لورد فیسس. واه، قیافه رو ببین. That will do. دیگه کافیه. اگه تو بفهمی که اونجا اونا دارن چی میگن، فقط کله تو نخواهد بود که کنده خواهد شد. بهتره که هیچ کدوم ندونیم اینا چی میگن. عشان مشخص خواهرشه. بگو ببینم هدفت از اینجا اومدن چیه؟ برام سواله. اگه اومدی که بفهمی ساورن کیه، خب همونجور که دیدی اون کسی نیست جز یه مشروب خوره به درد نخوره مفخور. البته این سوال رو ایجاد میکنه که اگر اون یه قلابیه، پس اریزن واقعیمون کجاست؟ بهتره که بری. من کمک میکنم که بتونی فرارتو انجام بدی. خیلی خوب. آره بد نیست که بریم. یه گنجینه اینجاست ارباب. کجاست؟ اونجا بریم بشتیم. الان بپرم خب پام میشکن روی این، ولی نشکست. بریم خونهشون رو دوز بزنیم. آره اونش سنگ منگ پیدا کردیم. اینجا چه خبره؟ اومده اینجا مجسمه های من رو ببینی؟ نه آدشیم رد میشدیم. حالا که بهش فکر میکنم، از کجا تو میدونی من اریزنم آخه؟ تو از کجا میدونی من اریزنم؟ میگه واقعا وقتی به این فکر میکنم که چه میدونم کلکسیون من خبرش به گوش یک اریزن رسته، واقعا عجیبه. اگه کلکسیونم تمام کامل شده بود حتما اجازه میدم بری نگاهش کنی. ولی خب به حال یه مجسمه ای هم هست که باید بیاد بهش اضاف شه تا دیگه موزمون تکمیل شه. And would wound my pride to have you behold my collection ere it is made whole. آره و واقعا این به غرور من صدمه میزنه اگر قبل از تکمیل شدن کلکسیونم اینو بهت نشونش بخوام بده. اگر میخوای کنجکاوی کنی میتونی به جای من بری سر بزنی به اون مجسمه سازه که مجسمه منو بیاره به من بتونم کلکسیونم بهت نشون بده. خونه یارو توی بک باتاله. فقط باید بهش بگی که من منتظرم که مجسمه تکمیل کنه، همین تا بهش بگی ردیف میشه. تو بتاله. آره میگه با همه صحبت کن. یه دفعه یه چیزی بهت میگن. این کیه؟ بذار بریم پیش فرمانده. خیلی خوب. برگشتیم به مسافرخانه. Our road was a long one, but here we are at last. یا ببینم. There is much we ought to tend to. بله. کارهای زیادی باید انجام بدیم که شما رو بکنیم یک اریزن واقعی. خب در رابطه با بالماسکه بهش بگیم که شرکت کردیم. ببینیم چی میگه. Well. خب. He is merely Deesa's puppet then. پس یعنی اون فقط بازیچه دیساست. و احتمالاً از نقشه‌هاش هم خبر داره، از نقشه‌های دیسا. حتی اگه اونو حذفش کنن، آره و مطمئنم که یکی دیگر رو میارن میذارن جایگزینش. بنابراین مسئله اون نیست. ولی خب اگه تونسته نظر منو جلب کنه، این بود که گفتی در تو یه مردی اونجا بود به اسم فیسس، لورد فیسس. به نظر میسه آدم مهمی باشه. I have never heard of him. ولی با این حال من تا حالا اسم این یارو رو نشنیدم. Allow me. اجازه بده که یکم این قضیه رو بیشتر بررسیش کنم. You've done well. کارت خوب بود. اعلی حضرت. جایزه بده. 2500 تا ویکستون. And this Phasus fellow are all working together. خب پس ساورن و ملکه و این یارو فیسس همه دارن با هم کار میکنن. یه گروه سه نفره فریبکارن.
خیلی خوب، حالا ما حسابش می‌رسیم. صبر کن. می‌خوام ماجستریت رو بهش بگم برای اینم راه حلی داره که من کجا برم اون کتاب‌هایی که اون می‌خواد پیدا کنم. آره، اگه جایی که کتاب زیاد باشه می‌تونه این آقای ماجستریت والدر رو جلب کنه. واقعاً چیزی به ذهنم نمی‌رسه. Kendrickop the gracious hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place. Kendrick بخشنده، من نمیدونم این کیه منظورش، میگه اون چیزای زیادی میدونه، شاید اون همچین جایی رو بشناسه که کتاب‌های زیادی توش باشن. خب نگاه کن رو مپمون یه چیزی اومده، ببینیم چه قضیهش کجاست. یعنی بذار مپمون رو باز کنیم اول. آره تو همین شهره، بریم برسیم بهش، ببینیم قضیهش چیه. تو بعد بهم بگی کجا برم؟ بیا بگو ببینم آدرس بلدی یا نه؟ یا خودم برم؟ اینجا بیافتیم تو قرمون نمیشه؟ ما دارم با اون لباس به درد نخور بریم جلو. خب اینجا اسلامه یا زاغه ها؟ بذار برم پایینم چه خبره؟ اینجا چیز می زیاده، اشکال نره چند تا چه برداریم. این کیه؟ Well met, sir. Kendrick اینجاست. سلام جناب اریزن. اگه میخواهید میتونم ازتون درخواست کنم کمکی بکنید برای بیچاره ها. تو از کجا میدونی من اریزنم؟ همه میدونن جز ملکه. بیا یکم بهش غذا بده، حال کنه. چند تا بهت بدم؟ یه دونه بیا. Many thanks. ممنونم ازتون. باشد که مرحمت الهی برای شما آید. خالی بیا بسا. سکت بدم 1000 تا بیا. Many thanks. May fortune smile. حالا این حرفا رو ول کن. Hold on a moment, sir. صبر کن ببینم جناب عریضه. You would be willing to aid me with another matter. یه درخواست دیگه ازتون داشتم. میتونید به من کمک کنید توی موضوع دیگه‌ای؟ میدونید یکی از بچه‌هایی که اینجا مراقبش بودی در دستار پروردگار گم شده. Malcolm his name is. اسمش مالکم. بچه سرسختیه. بابا نمیشه که ول کرد فرار کنه بره. برای همین یه مشکلی پیش اومده براش. این ساختمون خیلی قدیمیه. شاید توی گوشه چیزی گیر افتاده باشه، توی سوراخ چیزی افتاده باشه. میشه لطف کنید بید براش دنبالش بگردید؟ I suppose it goes without saying that our first step ought to be gathering information. آره، فکر کنم بد نباشه بهتون بگم که اولین گزینه‌مون این باشه که اطلاعات کسب کنیم که این بچه مثلا کجا بوده و اینا. خب از من لباسای مخصوص خودم بپوشم دیگه، اون ماسکرد که تموم شد. خب دوباره تیپ خودمون رو زدیم. A simple conversation oft reveals what a week of searching never could. یه صحبت کوچولو میتونه چیزای برامون روشن کنه که فکرش هم نمی‌کنیم. مثلا این بچه Malcolm's been really into exploring of late. مالکم این اواخر خیلی علاقه‌مند بود به اینکه جستجو کنه محیطا رو. همین چند روز پیش اون داشت به همه میرفت میگفت که اون داشته یه کشف بزرگ میکرده، به همه داشت میرفت میگفت که آره من یه کشف بزرگ به زودی میکنم. خب نگفت منم سوالی که اون چی پیدا کرد؟ یه گنج بوده؟ چی بوده؟ خب تو که نمیدونی دیگه چی بوده. آی تو بیدونی تو نمیدونی چیزی؟ چی گیر دادی؟ چی میگی؟ این بچه به نظرم این بعد بدونه ایچ داری. انتخابش کن باش حرف بزن. مالکم؟ ای بابا این اواخر تنها کاری که میکرد این بود که میرفت تو خرابه های جستجو میکرد. نمیدونم اصلا برای دنبال چی بود. تو خرابه ها میرفت جستجو میکرد. اونجا یه سوراخه، شاید رفته توی چاهی چیزی. سوراخه به کجا ختم میشه؟ اینا ببین اونجا چجوری برم اون تو؟ من دکمه نشستن ندارم. خب بدبختی من. از این از توی خونه نمیشه رفت اون تو؟ آی مادران مقدس، اون بچه که بذار باش صحبت کنیم. Is Malcolm all right? مالکم حالش خوبه؟ قرار بود با هم دیگه بریم جستجو کنیم. ولی من زیادی خوابیدم و اون بدون من رفت. ای بابا کاش منو بیدار کرده بود. من واقعا دنبالش بودم که وارد اون والت ها بشم. ای بابا قرار نبود به کسی بگم من میخوام وارد والت بشیم. والت میشه چه میدونم انبار.
Shall we report back now? This is for you, master. ما باهاشون صحبت کردیم. حالا بریم به اون مرده بگیم که ما میدونیم این رفته توی والت. اینجا والت داریم. آره، فقط بگیم که این والت ها کجاست. بذار از کندریک بپرسیم. گفتید والت؟ تا اونجایی که من میدونم اونا رو خیلی وقت پیش بستن. ولی شما در ارتباط با خرابه صحبت کردید. احتمالاً بچه یه راه برای ورود پیدا کرده، همین خرابه بود. بیاید. فکر کنم نباید حتی یه لحظه رو دست بدیم. زود باشید، سریع. آره، خودم اونو کشف کردم، تابلو بود. من چجور این سوراخ برم تو؟ فکر کنم اینجا جاییه که بچه داشته در ارتباط صحبت میکرده. اونجا رو ببینید، یه سوراخه به نظرتون اونجا رد شده؟ کار زیادی نمیتونیم بکنیم جز اینکه خودمون بریم ببینیم اونجا کجاست. این مسیر خیلی کوچیکه ولی میتونیم از توش رد شیم. یه جوری بریم بریم اینجا احتمالا سیاه نشون نمیده تا خودمون بریم. من سلام رو بردارم چون سلام رو برداشته بودم اونجا. This is generally used as a material. والت different combinations of materials کلیسا. Result in different creations. قبره، یه جورایی مثل قبره. باز نمیشه. اینجا چی داریم؟ چجوری برم اونجا من؟ Heed your senses. If aught feels out of place, it could very well be a trap. به نظر میرسه که این یه تله باشه. مراقب باشید. چیزی نباید ما رو سورپرایز کنه. خب وایسا ببینم. وایسا بیا اینجا ببینم. بیا من تو رو پرت کنم برو اونور. بیا یکتون بار اینجا ببینم. Your strength for our enemies arisen. بر اونجا یه در باز کن از اون ور. بیا ببینم میفهمه در باز کنه یعنی به نظرتون؟ ول میکنه میره. باز برگشت. نه اینجوری دیگه قدم باهوش نیست. بذارم خودم بپرم میشه. آره. خب واسه اینا چیه؟ این دره رو بازش کن. ببین اون قضیهش چیه. مالکم. مالکم. انا بر خدا که تو صدمه ای ندیدی. واقعا از ته قلبم تا ابد از شما ممنونم اریزن. حالا بالاخره میتونم راحت نفس بکشم. قربان کندریک. باورتون نمیشه چی پیدا کردم. همین جلوتره. کلی کتاب 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 و کتاب های بیشتر. انگار که یه جور انبار مخفیه. واقعا شاید بدم شنگاهی بزنیم. دقیقا هم کنم دنبالش بودم. آره بیا هیچی شد. یعنی الان با یه مأموریت هم داستان اینا رو برد جلو. بزنیم نمیدونم چیجور میشه بازش کرد. بشکنین دی پدر رو باید بشکنینش. خب بیا ببینم تو چرا جلو تعمیری بچه. بیا ببینم وای چی شد؟ هنه بر خدا شگفت انگیز نیست؟ و من پیداش کردم. واقعا کشف بزرگیه. یه جور آرشیوه. من هیچ وقت این همه کتاب یه جا نیده بودم. این کلکسیونه ممکنه کلی بیارزه و یک گنجینه از علم و دانش توش باشه. میشه ازتون بخوام که مکان این اینجا رو با کسی در میون نذارید عریزن؟ ما نمیتونیم اجازه بدیم این علمی که اینجا جمع شده همش استفاده بشه و به علیه مردم. ما باید اینو بدیمش در اختیار کسی که ارزش شده
داشته باشه، کسی که ارزش واقعیشو بدونه. اگه میدونید چنین کسی رو میشناسید بهم بگید. و تو مالکوم، من تو را ممنوع میکنم که به کسی در رابطه با اینجا صحبت کنی. اینجا راز بزرگ ماست، میفهمی؟ ولی با این حال در ازای سکوت تو هر وقت دلت بخواه بتونی اینجا سر بزنی. یا با هم دیگه رازهای اینجا رو بررسی کنیم. 3000 تا پول. واقعا ذهن آدم منفجر میشه وقتی به این فکر میکنی که چنین کتابخونه این پایین بده ما خبر نداشتیم. یک کتاب ایجنیوس ملودی، ایگنیوس ملودی، نمیدونم ملودی های چقدر کتاب. من دو من داشتم تو شهر دنبال کتابخونه میگشتم، نگو چی پیدا کردم. یه چیزی اینجا نوشته شده، علامت تعجب رو بعد نگاه کنیم کجا رو داره میگه. اینا اینو میگه. خب داره در واقع دلیل دعوا و درگیری بین ورموندیا و بتالی ها رو میگه. میگه حدود 40 سال پیش ملت به این دوتا ملت به خاطر آب و هوای بدی که داشتن با کمبود غذا و قحطی روبرو شده بودن. به همین اینا رو انداختشون به جون هم دیگه و آدمای بیشتری کشتن و کسی پیروز ماجرا نشد و از همون موقع بود که اینا با هم یه مقدار مشکل دار شدن و یه در مقام اونجایی هم که این نبرد اتفاق افتاده یه دونه سنگ یاد بود گذاشتن به یاد اینا. اینجوری داره گذشته بازیشو بهمون میگه. کتابایی که بازن اینجوریه. خب اینجا رو پیدا کردیم. الان دیگه ما بکنیم چون بریم ماموریت ماجستریت رو انجام بدیم. این موشا چیه قضیه؟ چیزی بهمون میده؟ نه فقط یکم اکسی میده. از اون بر چجوری بریم؟ اونجا که راه نیست. چیه میگی؟ راه مخفی نمیشه دفعه مثل اون دفعه. خب اول میخوام برم تو زندان این مردکر آزادش کنم. احسان هم ریخته بهم. بله من الان یک کتابخونه برای این مرد پیدا کردم. لباس سرباز نرم که اونو بعد مخفیانه برم. بعد شادو کلوک بکن که در کمتر ببیننمون. بعد وقتی میدونی نشون نمیدی که اونو الان دارن میبیننمون نمیبیننمون، فقط یه دفعه شروع میکنم به حمله کردن. بس که تعطیله، بس کسی نیست. تیکر ببین یه او ظاهر شد جلومو. این دوتا هم دارن همزمان میان اینجا. وایسا یکم وایسا. ببینیم اینا دارن چی کار میکنن. این جدیده، اون قبلا این کاران این نبود. اومد بیرون؟ نه نمیاد بیرون. برو زود اگه شانس رو برم اون میره اون میاد. این صدا هر که میده بکنم یعنی دارم میبینم اون. اخی ما رو دیده. سود باش سود باش، من این در رو باز کرده بودم. در رو ببند باشو. گندت بزن. تو 6 ساعت از زندگی رو با این گرفه پدر سختگی گند زدی تو زندگی من. 6 ساعت از عمر من هدر این مرد که شده. گم شو. بارو اونجا کتاب خونه رو برده کردم. واقعا چه این جایی وجود داره؟ خب پس من رو به بیرون هدایت کن. اگه بتونی من اینجا ببری میتونم زنده برم بیرون. خب الان چجوری من تو رو برم بیرون وسط این گندونی؟ میتونم بهش کنم بیا یا وایسا؟ بذار اونا رد شن. نمیدونم آخه اصلا هیچ معلوم نیست. همین ما میریم بیرون میادش. بوده بیا بیا بوده بیا بوده بیا بوده بیا بوده بیا تموم ها. اومدی یا نه؟ از اون ور چرا داری میری؟ بابا اوه یعنی ما این از آبه ادا در بیاریم؟ گوره پدر پدر سوختت کنن. بیا از این ور، بعد از این ور ببریمش.
من با لباس سرباز میمادم بابا، حالا دیگه این اینجوری شد دیگه. خودتون اگه می‌خواستین بازی کنین لباس سرباز مثل من نپوشین، نگرش دارید که بتونین اینجا ادای ماموری که مثلا داره اینو میبره رو بازی کنین. الان یک کمی پایین میاد من. آره من یادمه یه بار امتحان کردم قضیه لباسو، گفتم نه درست کار نمیکنه، اینا دارن هنوز ما رو میبینن. میدونی چرا همچی فکر کردم؟ به خاطر اینکه هنوز صدا میومد که آره اینا دارن اینجا نباید خودتو ببیننت. خب برای من گفتم حتما تاثیر نداره دیگه، ولی نگو تاثیر داره. ولی نگاه کن کجا اومدیم، چه منظره ای، به به. او ماستر، ببین چه آسکالی رو نجات دادم. خب دیگه کافیه، ممنونم. اگه تو واقعا یه عریزنی، بنابراین من قسم میخورم که یه روز این دین رو ادا کنم. شاید حرف باد هوا باشه، بله. خب چیز دیگه ای نیست که در حال حاضر بتونم بگم، یعنی قول دیگه ای نمیتونم بدم. بعدا به وقتش من بهت میام چیز میکنم، بهت کمک میکنم. اگر من با خوندن اون کتاب هایی که تو اون کتابخونه هست یه چیزی به دست بیارم، شاید بتونه به تو هم کمک کنه. خب برو گمش، برو گمش که احسانم ریختی بهم. خب بیا برو کنار بگیرم. این کیه؟ چقدر شبیه خود فرمانده بود. خب اینو بزن بره. خب در تا مجیستریت که آزادش کردن بگیم، بله ایشون از سلولشون جدا خارج شدن و حالا علاقه اون فرد به عدالت میتونه توی مسیرمون خیلی بهمون کمک کنه. آره هر از مادی بهش سر بزن و از دانشی که داره استفاده کن. اون ممکنه اطلاعات داشته باشه که توی سفر داد کمک کنه. خب ببین پس یعنی این میتونه ما کمک کنه، شاید یه جایی رو نمیفهمه به اون پیرمرد کمک کنه. حالا میشه اون کلید زندانی که دادم پس بدی؟ خوکی نفروختمش، می‌خواستم اون بفروشم یه دفعه اعصابم خورد که می‌خواستم بفروشمش. ممنونم. بفرما. اینم برای زحمات کشیدی. فریستون 7000 تا پول. خب این از این. حالا دوباره نمه که دیگه. حالا نوشه در رابطه با ساورن دروغین بهش بگو. میگه خب من این رفتم یه بررسیایی توی قصر انجام بدم ببینم ملکه داره دقیقا چی کار میکنه و یه چیز جالبی پیدا کردم. به نظر میرسی که اون داشته توی این مدت هر روز مقدار زیادی طلا خرج میکرد تا یه سری گلهای مخصوصی بخره. و چی از این بیشتر که از روزی که این عریزن دروغینه به که اسمش مثل که آرتور ظاهر شده، این هزینه‌ها یه دفعه افزایش پیدا کرده. این نمیتونه اتفاقی باشه، فقط میتونم نتیجه گیری کنم که این پولایی که به اسم گل خریدن داره هزینه میکنه رو داره به خود آرتوره میده. ولی یه چیز عجیب تری هست، این گل های بکنم میشه کراون فلاور، میشه گل تاجی دیگه. کراون یعنی تاج، گل تاجی. این گل تاجی ها فقط در بخش شرقی ورمونت رشد میکنه. من که میگم این آیتم را الکی انتخاب نکرده، شاید این اطلاعات به ما کمک کنه بفهمیم که این ساورن دروغین از کجا اومده. شاید هم شرق ورمونت اومده، گوشه های شرق ورمون. آره قطعا نمیتونیم مطمئن باشیم که چیه، ولی من میگم که اگر شما به بخش شرقی ورمون برید، اونجا ممکنه یه سری اطلاعات به دست بیارید که بهتون کمک کنه. آره خوشحالم که اینو شنیدم، چون نمیتونم این احساس رو کنار بذارم که ما برای فهمیدن هویت ساورنه، ما اگه ساورنه رو بفهمیم کیه، میتونیم نقشه های دیسا رو هم تشخیص بدیم. خب من میگم قرار است که بریم مثلا توی مراسم پادشاهی و اینو چیزا شرکت کنیم، بهتره که بریم این کار رو انجام بدیم که اطلاعاتمون تکمیل باشه که آره ساورنه از کجا اومده، چجوری داره پولشو میده. بعد که برگشتیم یه دور بریم پیش اون پیرمرده باهاش صحبت کنیم. اوکی خب ببین اینجاست، اینجا جاییه که ما اون دفعه که اومدیم نرفتیم جستجوش کنیم و الان میتونیم بریم این بخش رو هم یه بهونه براش پیدا کردم که اینجایی که اصلا جستجوش نکردم جستجوش کنیم. خب ولی با این کلاسه نمیخوام برم دیگه، میخوام دوباره کلاسمو عوض کنم و این دفعه یه چیز دیگه برداریم. بریم ببینیم با خودمش جالب تره برامون. بذار حاجی ببین چی اومده. یه دونه چیز جدید باز شده، یه وکیشن به اسم مایستیک اسپیر هند.
بعد ببین آبی و قرمزه، انگار که ترکیبی از جادو نوشته نوشته. فقط یه اریزن میتونه این ووکیشن رو انتخاب کنه، یعنی نمیتونه اون چیز ما نمیتونه اینو انتخاب کنه، فقط یه اریزن میتونه انتخاب کنه. و انقدر سرعت نه باشه ببینم، این یه ترکیبی از هنرهای جادویی و فیزیکیه. خب این چیز جالبیه، اینو میخوام 200 آمپول چرا میخوام. خب مایستیک اسپیر هم خب چه کلاس خفنیه نوشته. این ترکیبیه که هم میتونه یه نیزه دو دستی رو ببره جلو و هم میتونه جادو کنه. جادوش به این شکلی که میزنه و دشمن رو متوقف میکنه سر جاش و تا زمانی که متوقف باشه میتونه بهش برید جلو ضربه بزنید. میگه آریه کو نگه دارید که جادو رو پرتاب کنه، هرچی بیشتر نگه دارید زمان بیشتری اون جونو بره توی حالت استاپ میمونه، فقط استامیناتون هم مصرف میکنه، این حواستون باشه. از طرفی مثلث هم همون ضربهای پشت سر هم خیلی قویه که میتونه به دشمنایی که ناک آف شدن، یعنی بالانسشون تعادلشون به هم خورده، گیج دارن میزنن یا نه داری مخفی کاری میری، میتونی با مثلث چند تا پشت سرم بهشون بزنی. بله اکویپش کن، اینم سلاح نه سلاح بردار. خب حالا بریم وپن اسکیلاشو ببینیم. دراگن استابل استاب، یعنی اینجوری نگاه کن میتونه از تو آسمون هم بره سمت یارو، چه رو زمین چه رو آسمون میتونه بپره و یارو رو بزنه. خیلی خوب، این چیز جالبیه. این یکم جادو رو این سلاحمون اضافه میکنه، قدرت سلاح یه ذره بیشترش میکنه دیگه. حالا ما چون جا داریم میذاریمش روش دیگه. بعد حالا بریم کور اسکیل ها. کور اسکیل اولش اینه که وقت قدرت برقمون رو میذاریم که اونا رو استاپ کرده، اگه چند تا دیگه هم دورش باشن اونا هم بهش وصل میکنه. خب چه کلاسی گیر آوردیم پسر، خیلی کلاس خوبی گیر آوردیم. بعد اینا کن آگمنت های کلاس های دیگه همون هم میایم میذاریم روش که هر کدوم چه چیزی بودیم، مثلا اینکه بکشیم هلت به همون میده و اینا. حالا جالب شد برو دنبال کاره. میگه استاد خیلی چیز میز روتونه، خیلی تجهیزات روتونه. خب حالا قرار است که بریم اونجا رو جستجو کنیم. در وای عجب کلاسی گیر آوردیم، کلاس جادو. اوه نه نه اونا نزن، ببخشید غلط کردم، غلط کردم. ال دو بازم بذار تو جیبش، معذرت میخوام حواسم نبود. خب الان چیزامون اول نمیریم بفروشیم، اول باید بریم سمت این چیزه، این فروشنده. میخوام یه لباس تمیز عطفی نکنم، نمیدونم این چه کلاسیه، این چه نوع لباس های مخصوصی میتونه تنش کنه. بزنیم سلاح چی میتونم از این بخریم. بای خب سلاحاش ایناست، اینه که 311 تا از 200 اینو میخرم. خب اینجا فقط همین سلاح اینجوری داره، پرچسش کن این 9000 تا یس اکویپش کن. حالا انهانسش که بخوام بکنم، چون چیزامو نفروختم الان کلی آیتم دارم، انهانسش هم کنیم. ببین چاپر هورن نیازه، چاپر چی چیه؟ من چاپر تا حالا ندیدم. خب بذاریم دنبال لباس، لباسمون هم حرفه کنیم، ببین چی گیرمون اومد پسر. بای ببینیم چیا داریم اینجا. ببین اینو میتونم بردارم برای که به اون کلاس هم اومد اضافه شده به این چیزا. ببین لباس خودمون دقیقا 12800 تایی هست، بالاتر از این نداریم. شلوار چرا؟ یه دونه شلوار هست که یه مقدار بهمون کمک کنه که ولی خب 7200 برای چرا که پول بدیم. خیلی خب لباس هم ردیف کردیم، پس الان ما الان توی مرحله هستیم که همه چی درست انجام بدیم، میریم و میخوابیم که سیف شه همش، که اگه از اینجا بعدش گه شد توش درست شه. خب بچه ها صبح روز بعد رسید و ما با تیپ رابین میخوایم بریم مأموریتمون رو به سمت روستا انجام بدیم. اما ببینید چه چیز جالبی دیدم، ببین مجسمه دقیقاً کلاسش کلاس ماست، پس ما کلاس اجدعاکش هستیم. بعد داشتم اینجوری بهش فکر میکردم یادم اومد اونجایی که ما رفتیم اجدعا رو زدیم توی ملو، یه یاروی بود دقیقاً با همین همچین سلاحی، بکنم همونم بهمون اینو داده بوده، نمیدونم واقعتش. ولی خب ببین حرکتاش چیاست، ببین مربعش نه ضربه معمولیش این معمولیشه، بعد یه ماجیک کات داره میزنه پرتاب میشه، بعد الیکو که نگهداری یه حالت از اینا داره که مثلا ببینیم میخوره به این چیزا. یه چیز خیلی ضعیفیه، فقط خیلی اونجور قوی به نظر نمیرسه باشه. و در نهایت اینه، این چیز خوبیه. ببین این ما رو میتونه تو هوا هم ببره، یعنی شاید بتونیم استفاده کنیم ازش و به سمت بالای سقف این خونه مثلا بریزیم. ببین میشه یه کارهایی میشه باش کرد. بله حالا شاید بعدا میتونیم از یه جایی براش استفاده کنیم برای پریدن.
خیلی خوب، حالا قبل از اینکه بریم اولا این منظره زیبا رو باید تماشا کنیم. من بهتون که گفتم میخوایم بریم به سمت این روستایی که ساورین قلابی توش از اونجا اومده، ظاهرا اومدنی وقتشون از ملف تو قسمت قبلی اومدیم بهتون گفتم اینجا الان بهونه ندارم که برم سمتش، ولی الان بهونهش اومده. میریم از همین جاده که دقیقا روبروش بایستم بریم و روستا رو ببینیم چیه ماجراش، آیا چیزی توش هست. اینا بزنیم توی پشتمون، سرعت دویدنمون درست شه. اصلا این نوشته چه قضیهش؟ میگه ما به دنبال دختر کوچولمون میگردیم، اگه دختر جوونی با این توضیحاتی که نوشتیم و پیدا کردین برای ما بیاریدش. حکو توصیفاتش اینه؟ میگه به نظر میسید که از اون موجوداتی که خیلی علاقه به دخترها و زنها داره اینو دوزیدتش. حالا ما که هم نمیم چیه منظورش. خوندم. اینجا دونه چیزه، اونا داره قلقل میکنه، گوشت خوش شده. خب برید کنار ببینم اینجا چه خبره. این الان چرا داره اینو نشون میده؟ من اینو مگه نخوندم الان؟ ببین اگه اونا پیداش کنن بعد دوباره باید بره بخونش تا علامت تعجب از بین بره. ولی چقدر جالبه که چقدر گاو و گوسپ گاو دارن. گاو حکم اسب داره. ولی من مطمئنم آخرش معلوم میشه که این دنیای واقعی نیست. البته لطفاً اسپویل نکنید اگه بازی کردید. من دارم از روی حرفای اون پیرمرد کچله که توی کنار در نشسته بود این حرفو میزنم. ما الان داریم میریم در کدوم سمت میریم؟ داریم دقیقاً در راستای همون جایی که همیشه میرفتیم و اون پرنده گنده به اون حمله میکرد میریم. A common reward. Frustratingly so. آله. We'll find a use for it, I'm sure. خب ما باید کجا بریم؟ اون که دیوار به نظر میرسه هست. آره از اون ور نمیتونیم بریم. آه یه چیز جالب این اطراف هست. برو دنبالش. آه خودش رفت این بر. این کلاسه الان خیلی شاید کار خاصی نتونیم بکنیم، باید یه سری قدرت‌های بیشتری بهمون بده، ولی یه کلاسه که فقط یک اریزن میتونه برش داره و کلاس اجزاکشه. حالا توی این قسمت احتمالاً با کشتن دشمنا چیزی شوی مرم بالا لیول آپ میشه وکیشنمون، حرکت‌های جدیدتر بهمون میده و میفهمیم که فرق بین ادوانس و معمولیات چیه. این الان اولین فرقش اینه که میتونه جادو بکنه دیگه، هم جادو هم فیزیکال. خب این چه گیاه زیبا. کجایی؟ برو بریم. Do you want me to slide down? Mind if I do, I shan't be climbing up again. This slope's too steep for that. دیگه من اگه اینجا بپرم پایین دیگه بالا نمیام، خیلی زیادیه. وای لیز بخورم. You've not forgotten about me. منو فراموش نکرده باشی. برو بریم. همین لوتش کنم. گوشت خوش شده. ببین کجا اومدیم. رسیدیم به یک روستا. حالا بگو ببینم چی پیدا کردی؟ حالا که بهش فکر میکنم ای بابا ببین چی اینجا پیدا کردی. چرا نمیشه؟ ببین چی همون میده؟ به نظر همین زن شمشیر زنه نوازش کنم، خیلی حرف میزنه. خب یه دونه هیوی اینجا پیدا کردیم که حداقلش اینه که سه تا دونه سه مدل دشمن رو زده و هاکر هم هست. هاکر میگه اگه جیبتون پر شد میتونه از من بخواید که چیزاتون رو بفروشید بهتون پول بدم. آره بزنم چیزای دیگه چجوریه. جون چیزاش هم بالاست، دفاعش هم خوبه، رنگ 6 واریر خوبه. ما یه دونه قوی نیاز داریم الان. این زنه جونش داره بالا میاد. برو یه آدمی نیاز داریم قوی تر باشه یکم. یه کسی میخواد بهمون حمله کنه، نمیدونیم کجاست. بسه دیگه دویدم. بسه انگور خوردیم. اونجا دونه از اون مجسمه هاست اون بالای کوه. این خیلی زیاده این مجسمه ها. یه دونه همینجاست، شاید یه چیز توش باشه. ماهی ها رو زدن سر سیخ. از تو همون آسان برو روش. حالا مثلث تمامش کن. حالا بعدی و تمام.
وای من روغن کردن؟ نه یکی سیار روغن کردن. بیا عقب بیا عقب. چی افتاد پایین؟ برای چی افتادی پایین؟ عجب احمقای پیدا میشن. چرا خودت پرت کردی پایین؟ هنوز نعیمت خودت رو زد به کشتن دا. هیچ کارش کنم مور. هی اومد بالا. خب بیا عوضی بادر سوخته. حالا خودم نرفتم پایین. بابا بزنیدش اینو. آره داشمه رو تو وکیشن شب بالا. آره اینجا هم رب بالا. این چیه داره به این بر اشاره میکنه؟ منظورش بکنم این خونه است. حالا یه انگوره رو بردار. I suppose there can be no harm in bringing this along. گنجینه اینجا. We'll find a use for it, I'm sure. آه اون بالا رو ببین. پرنده رفت نیست اون بالا. 1800 پول. خوبه. ببین اونجا هم یه غاری ها. ببینی؟ خب ما ببین بعد بریم از این بر دیگه. درست داریم میریم. بریم تو جاده. تو جاده مثل درست مثل بچه آدم بریم. روتاش قشنگه. حاشا انگوره رو می‌بینی می‌کنیش. وای اومدش. ابر سر مرد شد. بگو بگو کجاست؟ بگو عزیزم بگو کجاست؟ وای اوه 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 او اون چیه؟ بیا اینجا پیش من. بیا پیش من. بیا پیش من. اینجا به سوراخه. مسلس او چی کار میکنی؟ من اینجا با ایسادم مسکا لبلت در بالا. خب این سراخه رو بریم توشا. بریم سراخ اونجونو بره. اون چی شو؟ اه بودو بزن بیفته پایین. خودش افتاد پایین. دستشو بزن. لعنتی اومد بالا. بیا عقب بیا عقب. من زیر دستش گیر افتادم. نمیتونم تکون بخورم. بیا از عقب بهش اینجور بزن. برق آماده کن. برق آماده کن. برو. خب نه توریش شد. الان میفته پایین. افتاد پایین. مرد. 2000 تا اکس پی. ایوه ایوه. وای افتاد رو سر اون مامنک ها. اوه اوه اوه. دام به لعنت شدم. ای خوش بخواد پایین. برو پایین. دقیقا گروه بعدیشون اومد. برق آماده کن. امینه برق بسادم. حالا برم بالا این سنگر رو بندازم رو سرش. بیا کنار. برو. نشد. بخورش. آها حالا شد. برو. گودزیلا اومد. وای رفت براشون. اوه منفجر شد. چه خبره اینجا؟ این سنگا رو بریم چیز کنیم. خب بزن. باید بریم اون چیزه رو سایکلوپسه رو لوتش کنیم. دنبالم بیاید. سب کن. باید بریم اینا رو لوت کنیم. دهم شد. بخواست که برای نفهمید از کجا خورد. حالا دومشو میزنم تمام میشه.
آها دومشو باید پشت زد. تمام اینو بردار، اینو لوت کن بریم. خب بس ببینم کجا بریم. ببین ما الان از اینجا بتونیم راحت مستقیم برسیم به روستامون. دیگه زیادی هم نمیخوایم کج و کولشیم دیگه. بیا از این بر، بیا از این بر، بیا از این بر. این چیه؟ چی میگی؟ تیر کموزن خوبی هستی؟ میخوای بیای عضو گروه ما بشی؟ به نظر من باید میذاشتم بین این پان چیزا فست راول کنیم. واقعا میتونستم بذارن. این یه چیزیه به نظرم. هیل بیچ بارد. خب اینا یه چیزایی برای لیول آب کردن همین چیزا استفاده میشه، برای لیول آب کردن لباس همون استفاده میشه و هر وقت پیدا کنیم و بکنیم. این صدای چیه؟ ارپول رد چیم نیفتیم پایین. اینو میدازش پشت سرده نکن. اون پایین داری یه چیز زرد نشون میده، من نمیدم اون برای آبه. من اونجا نمیتونم برم. Right, just follow me. ولکم ولکم، با همه نمیخواد درگیر شیم. بریم ادامه بدیم، برسیم به روستا ببینیم قضیه چیه. Eastern Forest، جنگل های شرقی. الان این داره ما رو میبره پیچه یه چیزی. اینو بزن، چرا روشن شه. واه چه گابلیش. یه چیزی بزن، بعد جوی حالشو گرفتم. یه اقف خودم به شاد برق بزنم بد نباشه. واه یه جاده. بار روش جونه سه تا زاخت. من چه خبره؟ بعد الان بیافته دیگه. یکی از جوناشو زدم. برو بایسته تو جون. برق بهش بزن وایسه، برق بهش بزن وایسه. خودم باید با برق نگرش دارم اونا بزننش. افتاد، بیا با برق برمی زدمش. حالا سرشو بزن. بیا عقب، بیا عقب، بیا عقب. برق خوب چیزیه. برق آماده کن، بزن، استاپش کن. وای وحشی شد. بیل کن اینو. از بالا، از بالا برقو بگیر، برقو بگیر. بزن جون بزن. بد چیزیه. من هنوز ابیلیتی هم تکمیل نیست برای مبارزه با یه همچین چیزی. باید بوکیشنه لیول آف بشه. افتاد یا نه؟ فقط اینو من بگو. بعد جوی داری دمیز بخوره. بیا عقب، بیا عقب، بیا عقب. مسلس رو نگرده. نه آریه کن نگرده. بزن بهش. افتاد، برو بالا. تمومه، تمومه، سرشو بزن، تمومه. تموم 3200 XP. آه رنگمون یه دونه دیگه رفت بالا. آنایتا یه دونه دیگه رفت بالا. یه دونه تیرکمون بهمون داد. خب اینجا یه قبرستون بوده، یه چیزی بوده، یه دونه پرچم داره. تو کی هستی؟ Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to purchase any of your unwanted جادوگری به اسم دانته. نه، برو دانته، من جادوگر دارم. یه جادوگر زیادی میشه.
اینا رو بعدا خب حالا سوال اینه تو ما رو آورد اینجا برای چی؟ اینجا چیزیه؟ You would have me lead. برو consider it done. بیار منو بالا ببینم اینجا چه خبره. ما رو تو جاده کشتی بیرون آورد ببین کجا. کنم از همینجا راه باشه که بریم. بیایم بریم. داریم میرسیم به روستاه. روستاه فکر کنم وسط در جنگل هاست. وسط کوهسارانه. بله ببین کجا اومدیم. Perhaps this will seem of little consequence, but فکر کنم یه جور some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. میگه بعضی ها از اریزنا هستن زوزود هی چیزاشون رو عوض میکنن سه سود میزن دور. بیا رسیدیم به روستای سافرن، روستای بینام، نیملس ویلج. اسم نداره، جالبه. اول از همین فروشن چی میگه؟ آی تو تو بخوای وارد روستای ما بشی؟ بهتره بری یه جای دیگه دوست من. اینجا مشکلات زیاده است. خود چرا اومدی؟ اینجا هیچ بیزنسی وجود نداره، مطمئنم. میگه یکی بهتون هشدار داد که از این روستا دور کنید. این مرد عجیبه، این مرد چیه اینجا که میگه به دور شیم؟ مه گرفتم است. بهتره بری جای دیگه دوست من. اینجا هیچ بیزنسی نیست. خب پس نمیشه باهاش بیزنس کرد. هیچ خرید و فروشی هم نداره. این تو چی داریم؟ این اویل بهمون داد. اینو باز کن. خب داره جالب میشه. پوست خرگوش، رابیت پلت. برو بالا. این سیبر اصلا دیدم میخوام بچینمش، ازش چه معجون درست. ببین چقدر از اینو اینا مفتیه دیگه بکن. اینا الان میدین چیه؟ اینا بهترین نوع معجون ها رو میشه اینا درست کرد. خیلی خواه. اینجا چیز نیست. این چشه؟ Here to ask all of me, are you? اومدی از من سوال بپرسی؟ Good day, sir. روزتون بخیر قربان. خواهم ببینم اینجا چه روستایی که این زن میگه من نرم اینجا. برو دنبال کارت. خیلی خواه. پس قضیه جالب شد. بریم توی روستا ببینیم چه خبره. جوی هم به روستاش. این همون چیزی که فکر میکنم. آره از اون چیزی که فکر میکنم عادی تره. بل این ربط نداره که من همچی سوالی بپرسم، بیشتر موضوع به مهارت شب داری. چی؟ داریم با کی صحبت میکنید؟ بذار ببینم. در حالت با من صحبت نمیکردم. بله چیا داری؟ سلام قربان، چطور میتونم به تو خدمت کنم؟ بذار باید صحبت کنیم، برای من چیز نداره. خوشحالم که اینجا سرمون شلوغه. همین؟ خیلی خوب. تا الان که چیز عجیبی من ندیدم از این روستا. شما چی میگفتید؟ یه دونه از این سنگا داره فعالش کنم یه بار. توش چه خبره؟ چیز خاصی نیست. خیلی خوب. This rumor has been troubling me ever since I first caught wind of it. بله من که تو رو خدا از هر دفعه میخواد این جمله رو تکرار کنه. Beyond the rift that makes us a danger to ourselves and others. Symptoms include an unruly attitude and I was taught not to speak with strange folk. من گفتم با غریبه ها صحبت نکنم. اصلا این روستای کجاست؟ ما همینجا نیستیم. دقیقا درست دیگه. دو دلم سیف کنم یا نکنم؟ زمین حالا چه خبره؟ همین الان احتمالا کشته نمیشیم. You'll never reach our destination if you continue in that direction, master. اگه از این مسیر بری هیچ وقت به مسیرمون نمیرسی. برای چی نمیرسیم؟ اینجاست دیگه. We have but to follow. من اینا کیان. ای بابا چه اینجوری می‌کنی شما؟ آی.
Off with you, you worthless miscreant. برو دنبال کارت اشغال کله. ما میتوانی؟ My, you are persistent. آه چه گیری هستی تو؟ اینجا یک خانه نجیب زادگی قدیمیه. این که Greetings. سلام. I must say, من بایستی بگم که از فهمتون بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. شما خیلی زودتر از هر کس دیگه ای منو پیدا کردید. من دنبال تو نبودم. I trust you are enjoying your sojourn in our fair village. امیدوارم که از سفرتون به روستای ما لذت برده باشید. If you have any questions, اگه سوالی داشتید بپرسید. I should be glad to aid you. خوشحال میشم بهتون کمک کنم. در رابطه با همین روستایت میخوام سوال بپرسم. اگر چیزی در رابطه با روستای ما برات عجیبه، به راحتی میتونم توضیح بدم برات. اینجا یه روستایی که تیف ها آموزش میبینن و تواناییشون میره بالا. روستای دزداست. و اگه بخوام شروع کنم، اونایی که توی این روستا هستن، هر کسی توی روستا بیاد بخواد پتانسیلاشو ملت زیر نظر میگیرن. البته شما هم مستثنا نیستین از این قضیه. حالا که شما اینجا ایستادید نشون میده که ارزش این اومدن به اینجا رو داشتید، که در این صورت این تیف میستره. ببین کلاسامونو وقتی تا ته ته ببریم، بریم پیش اینا، اینا بهمون کمک میکنن که لول اپ خفن‌تر روش انجام بدیم. Is there aught else you care to ask؟ دیگه ما سیخای پرسی. خب پس تیف میستر هم فهمیدم توی اینجاست. مال کلاس اجداکش خودم تو ملو، این اینجا توی نونه نمیدونم روستا است. شما چی از من میدونید؟ چیزی که میدونم آدم کنجکاوی هستید. خیلی هم کنجکاوید. Naturally, I'm not the only one. طبیعیه که من تنها شخص اینجوری نیستم. این روستای ما یه شبکه از جاسوس ها و خبرچین ها و اینجور چیز هاست، و خب اینجا برای که بتونی یه نشانه پیدا کنه خیلی طول میکشه. تو دومین عریضه‌ای هستی که به ورمونت اومدی و بر علیه ملکه رفتی با کاپتان برانت متحد شدی. In response, she's و در جواب هم ملکه اوپس. من نباید بیشتر از این به تو بگم. درک بدی نکنید، اشتباه برداشت نکنید. من با ملکه متحد نیستم. من در واقع میخوام توی مسائل سیاسی تعادل حفظ کنم و وسط باشم. Those who deal in information must never align themselves with a particular power. میگه such is our village code. اونایی که میگه قانون روستای ما اینه که اونایی که با اطلاعات و اینجور چیزا کار میکنن نباید سمت هیچ طرفی رو بگیرن. چیز دیگه هم هست که خواهی پرسی؟ در رابطه با ساورن آرتور سوال دارم. گفتین آرتور؟ من برای سالهای زیاد توی این روستا زندگی کردم، ولی من تا حالا فردی به این اسمو نشناختم. ببخشید. نه دیگه، همه رو گفتی دیگه. خب ما فهمیدیم که این تیف مستره. گو قربان، شما لیاقت قدرت نهایی منو دارید، چون من فکر کنم تکنیک دزدو دست آوردم. بزنیم چی میگه؟ بهمون لجند اوپوس رو داد. خب میگه این یه توماریه که یه ابیلیتی به دزدها میده، ازش استفاده کنید تا حرکت بلیدز آف پایر یا خنجرهای آتش رو به دست بیارید. حتی مین پانت رو اگه دوز باشه اینو به دست بیاره. خب الان نباید که استفادهش کنید. حالا نکته جالب اینه که من فهمیدم بعد اینو استفادهش کنه. خب چجوری استفاده کنه؟ گیو این یوزه. من چجوری اینو الان استفاده کنم؟ بذار بدمش به خودم ببینم الان چجوری میتونم اینو استفاده کنم. بذار ببینم الان اینو بزنم. آرف رو آنایتا. خیلی خوب، الان اینو من زدم برای آنایتا. آنایتا رو تونستم چیروجنش کنم، یعنی چیروجنه نمیم چیه. این یعنی الان میتونه اونم درمان کنه ما رو و توی محیط میگره آیتم پیدا میکنه درمان رو میکنه. آره چیز خوبیه برای پانمون. بعدن که خودم دوز شدم رو خودم استفادهش میکنم اون چیزه رو که بتونم اون ابیلیتی رو بزنم. شاید همین الان نمیتونم بزنمش، نمیدونم. پس میبینم امتحان میکنیم دیگه. یا یوز. خب تیف میستر تکنیک رفت روی تیفمون. اوکی. بله. حالا یاد گرفتیم روشش رو. آره. هیچ جایزه بهتر از این نیست برای تلاشی که کردیم.
واقعا یه افتخاره که برای یه استاد کار کنی و بعد اینجوری پیروز بشی. خب حالا داره قضیه جالب میشه. تا اینجا این کار به نظرم کلاس دزدش جالب بوده واقعا. اینجا میپریدم رو دشمن لط و پارش میکردم، قشنگ خوب بود. اینم مطمئنم جالب میشه، فقط بایستی لول بهش بره بالا یکم که ابیلیتی های بیشتر باز شه. خب من اینجا هیچ کسی پیدا نمیکنم، چیکار کنم؟ بعد آدم ها رو پیدا کنیم، باهاشون صحبت کنیم، ببینیم چی میدونن. بریم پیش مسافرخونه دار. تو باعث همون غریبه ای باشی که ازت خیلی شنیدم. کاری توی روستای ما داشتی؟ در طب روستاتون یه سوال داشتم. میخوای در طب روستای ما بدونی؟ همونجور که بینید یه جای ساده است، فقط یه جای گوشه سمت شرق ورموند افتاده، چیز خاصی نیست. چیز دیگه هست که بتونم کمک کنم؟ بله، در طب آرتور سوال دارم. آرتور؟ این اسم برای من ناشناس متاسفانه. حداقل هیچ کسی با این اسم الان اینجا زندگی نمی کنه. خب ما هیچ کار هیچی نمی دونید دیگه، همه تونید فقط چرت و پرت میگید. تو چی میگی؟ اینجا مسافرخونه است، اگه میخوایی بتونید شب اینجا بمونی. حتی هیچی رایگان نیست. چند تا؟ 1500 تا؟ ارگانایز میتونیم بکنیم. ای واسه نم وکیشن گیلد ابتیم چنج دو وکیشن کنیم. سیکر توکن هم سه تا دونه به دست آوردن. حالا این باز شد رینگ آف ویمنز. ببین اگه 220 تاشو پیدا کنیم رینگ آف اندور باز میشه. خب آها حالا شد. دنبال این بودم که ببینم میتونم الان این کلاس همو لیول آب کنم، ببینم چه چیزایی به اون میده. یکیش هامبل. یکی رو بلند کنیم بکنیم به یکیسی دیگه. سنگ رو بلند کنیم بکنیم به یکیسی برو بریم. اوه نگاه کن به تصویرش، نگاه کنید استامیناش خالیه، خالی شده. اینو میزنه استامیناش پر میشه، میتونه از دشمن استامینا بگیره. بعد میرور وستر چه دفاعه، دفاع اون هر چی بزنن چیکارش میتونم کنم. چند تا ضربه برای مدتی دفاع میتونه ازتون بکنه. خب چیز خوبیه. خب بذار بخوایم دیگه. تا اینجا خوب اومدین دیگه. تا فردا صبح بگی بخواب. من مشکلی برای خوابیدن ندارم، حتی در این موقع روز. من الان چه موقعیه؟ موقع شب دیگه. کجا خوابیدیم؟ واقعا این پشت جلوی همه. 1500 تا پدر سوخته از اون گرفت. من خب سیف شد دیگه. حالا اشتباهی بکنیم دیگه میتونیم بریم اینجا برگردیم. خب حالا ببین تو اون نقطه من باید کسی رو پیدا کنم. اینجا یک کسی اینجا باید بهم بگه. خب مثلا این خونه، مثلا شاید توی این خونه هست. آها این زنه شاید چیزی بدونه. بس ببینم. You're the last person I'd waste my time on. تو آخرین آدمی هستی که من وقتم روش تلف میکنم. یعنی چی؟ You're the last person I'd waste. بیتر بیاد. این چیه؟ بله یک گیاه جدید. Raspberry. حالا بریم بالا. اینجا موسیقیش عوض شده. یه جایی همینجا باید یه چیزی پیدا کنیم. میدونم چی؟ بدون شما؟ شما نمیتونید بیاید با ما؟ بزنیم منظورش چیه؟ Nameless Village Depth. اعماق. پلتفورمینگ. حالا توی این بازی پلتفورمینگ اونم کم بود دیگه. بعد برسه اون دره. بزن ببینم اینا الان نظر وضعی چجوری هستیم. اوریجیم. آرام باش. اینا رو بزن. خب حالا بعد ببینیم که ماجرا از چه قراره. خب من میافتم پایین، بعد یه نردبون گوشی برم ازش بالا. خیلی خوب بذار ببینم
قانونه ما باید بپریم. وایس چه لیز میخوری؟ آروم اینو بده پایین، بعد بپرم رو. خب خب حالا سریع این پله رو بدش پایین. چه کاری هم کردیم؟ اله حالا اینا رو بشکن، اینا رو با قدرت بالمون بشکن. الان بکنم ضعیفه ولی جلوتر قوی تر میشه. اینا اینا رو نفهمید چی بود. این میروره، این برای دفاع هامبل آفره، یه چیز رو برداره به سبک استوروارزی پرتش بکنه. تو جوال باشه چیزی بدارم، چیزی بیا جلوی دست من، یه چیزی که قابل پرتاب باشه بده من اینو برو. دقیقا فقط هم تونم جده بش کنم. هی خب تازه اون محله اول بود. وایسا خب آی شانس آوریم. بعدن درستش کن. وایسا الان نگاه کن. نه فکر کنم اینجا سنگایی میتونیم برمیم پرت کنیم. یارو چه حرکتی هم زده بوده، کی توشه حالا؟ ای پدر سوخته، اینجا بیستونه، دیدمت. بالاخره تونستی بیای. سوریل، نکنه این مسئول همین چیز هست. فکر کنم که من بردم پس. بهتره که پول رد کنی بیاد، بگرنه کشته میشی. عزیزم. دیر می. اگه بکشمت چی؟ You didn't disappoint, did you? نامیدم نکردی. کارت خوب بود. Seems only fair I answer any questions. Wait. حالا عادلانه است که هر سوالی ازم بخوای بتونی بپرسی. چی شد؟ اولش که تهدید کردی، بعد یه چیز دیگه شد. در رابطه با ساورن ازش بپرسی. اونا همه دارن تشویقم می‌کنن، اسکولا. آره، فکر می‌دونستم که می‌خوای در رابطه با اون یه اطلاعاتی به دست بیاری. ما بایستی بی‌طرف باشیم. معمولا من چیز در رابطه با کارامون و افرادمون صحبتی نمی‌کنم. ولی فکر کنم به تو می‌تونم بگم. چون به حال این وضعیت اینه دیگه الان. اسم واقعیش داراه. اون یکی از ما بوده زمانی. دوست بوده. ولی الان طرد شده. ما انتخاب دیگه نداشتیم. بعد از اینکه اون رفت ادای یک اریزن رو در آورد و حکم قلابی رو داشت، دیگه نمیتونستیم بریم دنبالش. به هر حال ما مردان و زنان سایه ایم، صحنه نمایش جای ما نیست. برای همین بود که اونم انداختیمش بیرون. آره اون دیگه هیچ وقت نمیتونه بخشی از روستای ما باشه. همه سوالات همین بود؟ نه من دارم در با این مکان میام بگو چی میتونم بگم؟ افراد زیادی به خودشون زحمت نمیدن که به اینجا بیاد و خوشبختانه تو متفاوت بودی. من میدونستم که وقت دیدمت شرط بستم رود که توی اریزنی. برحال most visitors get fooled into going up to the manor. آره بیشتر چیزا، بیشتر اونایی که میان اینجا گول میخورن میرن توی اون عمارت بالاییه و فکر کنم دیگه چی نیست، ول میکنن میرن. بعدش هم بهشون یه بسته قارچ جنگلی میدیم و اگه سوالی هم نپرسن ازشون خدافظی هم میکنیم. به هر کسی که زیادی خوشحاله و اینجور چیزا نمیتونه رابطه با ما دوزو داشته باشه. یعنی میگه ما آدمای بدبختی هستیم. ما فقط آدمای کمی که خودشونو تا اینجا میتونن برسونن رو آموزش میدیم. اصلا در واقع کل این روستا ساخته شده که آدمایی که میخوان دزدی ویژه یاد بگیرن میان اینجا. حالا ما کلاس دزدی رو عوض کردیم. ببین همه سوالات این بود. حالا میخوام در حالت به دارا سوال بپرسم. داراق قبل از این چیزا دارا قرار بود تیف میستر بعدی بشه. اوه پس بشه استاد دزدا.
ولی اون شکست خورد. اون یه صدمه بزرگ در طول اون آزمون به سینه‌اش خورد. بنابراین اون مقام رسید به من. پس اون که به ما آموزش داد کی بود؟ و اون گفت که میره از این زخمی که رو سینه‌اش اتفاق افتاده استفاده میکنه و خودش جای اریزن جا میزنه. And what a scheme و بله عجب نقشه هم شد مگه نه. حالا اون بچه خوشگل میشنه توی تخت پادشاهی و حالش میبره. حالا اون وقت هنوز برات سواله که اون چرا این کسی که الان هست شده. اون داره اون آدم باهوشه و هیچ وقت هیچ نشانه با سررخ از خودش به جا نمیذاره. آره. ولی نمیتونیم ولش کنیم بره به زندگی لوکس و خوشحالیش برسه بعد از اینکه قواعد ما رو شکسته. قواعدش ما رو چجوری شکسته؟ من فکر میکنم که اون باید یه اتفاقی براش بیفته که یادش بیاد دینی که به ما داره رو. بیا از این استفاده کن یادش میندازه. بیل آف ارست کاغذ بازداشتشو داد بهمون. میگه حالا به عنوان استاد دزدها یه چیزی یه تکنیکی بهت یاد میدم که حالا نمیدونم یادش بگیری یا نه ولی حالا بهت نشوش میدم. دو تا چیز بهمون داد. خب اینم یه قدرت دیگه است برای تیف. حالا هم یعنی که ما تیف نیستیم ببین چقدر تیف داره میده. بعد من پاشم برم مل اونجا اون نیزه زنه ببینم اون چیه قضیهش. اونم شاید بتونه برای این کلاس همون چیزایی بده. من هر قسمت میخوام سعی کنم یه کلاسی برم که همه رو ببینیم چجوریه. اینجوری تکرار هم نمیشه. بعد دیگه مثلا آخرای بازی یه دونه رو برم داریم دیگه همه رو سرویس میکنیم. آه گوشت 20 به دست آورم. اینجا دیگه کنم. آره دیگه بریم. بای بیرم مرد که تا چرا اون بالا من صحبت میکنم خودت گرفته بودی؟ آه پس تو خودشی باشه. امیدوارم دیگه ندیدم. بر نبینم برا. نه این درست نیست. چطور جرأت میکنی با من صحبت کنی؟ چرا دست میزنی؟ از شما ممنونم. اسکول بازیه اینا دیگه. میوه خوش شده. تو مامان چی؟ تو هیچ سو نهاری جز درد سر. نگاه همشون دو شمشیرن. همه دو شمشیرن. اینجا منطقه ایناست. خیلی خوب. حالا بزنیم این قسمت شد. من میدونم مایستر این گروه که من هستم چیه؟ کجا هستیم؟ ما کن چقدر جعبه اینجا. اولش 2110 تا خب پول مسافرخونه در اومد. آه لباس تیف. ماهی گندیده. ایجد. چشم بز. نه چشم ببر. بز نه ببر. یه چیز خفنی به اون دارم. ببین یه سلاحی داد فکر کنم مخصوص تیفه ولی عجب چیزیه. داره تحریکمون میکنه. داره تحریکمون برام تیف داره. ماستر پری لت می نو بیفورهند اف وی آر تو میت سام. پس اینجا دره اینجا بود. اون موقع یعنی باز نمیشد میخواستم. این دفعه لطفا از ما خیلی دور نشین استاد. No doubt you're dazzled by my charms. مشخصه که از زیبایی من تحت تاثیر قرار گرفتی. همه تحت تاثیر قرار گرفتن. You're the last person I'd waste my time on. من تو آخرین کسی هست که وقتم رو شلف میکنم. خب الان اینم فهمیدیم و یه نامه بازداشت یارو رو داد موقعی که دوز بوده که گرفته بودتش. با این میتونیم یادش بندازیم. خب اینم به دست آوریم. حالا بزن ببینم یه بک بدم ببینم اینجا رو رفتیم. ببین اینجا رو هم میتونیم بریم. بزنم یه مهارتی میتونم برای اینجا ردیف کنم. خب یه مهارت خوب پیدا کردم. نوشته هر از ما یه سر به ملو بزن. حالا خوبی این مهارت چیه؟ من از این مهارت استفاده میکنم. ملو که میدونیم کجاست دیگه. ملو اینا اینجا ملوه. اینجا باید بریم. خب تورا یاد میگاره میگیرم میرم ولی این تیکه رو میخوام اگه بشه با هم دیگه بریم به سمت اینجا و بعد به ملوم که برسیم اونجا من میخوام ببینم میتونم با اون مرد تمرین کنم حرکت های جدید برای این به دست بیارم. من مطمئنم این چیز خفنیه. بیا ببینم اینجا که بگه نکنم گاره بیاد. خیلی خوب من اومدم روستا رو دور زدم و همون مسیرهایی که اومده بودیم اومدم تا اینجایی که حالا اینجا هست که جدیده. یعنی اینجا الان پشت سرمون هم اونجایی بود که سنگا رو ریختیم سر معاملکا. حالا ببینیم چی اینجا بعدش. همینجا یه دونه
Ingredients are plentiful. Shall we see if there's ought to be found while we're here? همه چی هم هست. بریم ببینیم چه خبره. این چیه؟ اونجا خبراییه. اوه وایسا حاجی اجداس، من آمادگیش دارم. آره همه چونو پاره برو بریم. وای برق خوردی؟ من اجداس شکار کن بودم خودم. اوه یه زب کشتمون. برق من نقطه ضعف اینو نمیدونم چه نقطه ضعف اجداس. هیچ تحصیل روش نهره جون بزن من برم رو کلش. جوی رو زده کشته. جوی رو زده کشته. حاجی اینو ما نمیتونیم بزنیم بهش. وای خودم مردم، سیروس هم مرد. خب ببین ما الان میتونیم اینجا روی مپمون انتخاب کنیم که همچین چیزی هست، چون الان واقعا فکر نکنم من بتونم اینو بزنمش. بزن آرسه یه دونه بزنیم اینجا، بزنیم یه یک بزنیم اینجا، این یادم بمونه. اون الان ببین یه زنه درگیر شد باش، اینو نمیشه زدش که الان. چه خبره؟ بعد بکنم اگه بزنیمش لوت خیلی خوبی بده. الان من کلاسم آماده نیست، باید حداقل الان بریم پیش مسترمون، بعد برگشتن شاید اومدم بزنمش. خب پول خراب نکنه. سعی رد چی پول خراب نکنید. افتاد مثلث. بیا بریم بده ببریم. آقا اون پرنده اونجا خوش پرواز میکنه. خیلی خوب. خب ببین الان کل این بخش رو باز کردیم، اجدها رو پیداش کردیم، یعنی ما یه دونه اجدها پیدا کردیم. حداقل میدونیم چی به چیه. حالا دیگه بریم به سمت مل. اینجا ها چه رفتیم یه بار با هم دیگه. خب شب رسیدیم به ملوین دفعه، اون دفعه روز رسیدیم، قشنگم زمان میگذره لامصب. خب ببینیم باز اجدها بشونه همونه که یا نه، ببینیم قضیه چیه. این دفعه مثل که خبر نیست، گفته برو تو اون نقطه زرده. ببین هر کدوم از اینا مایسترو یه چیزی هن، مثل که خبر نیست. خب ببین این یارو اینجا بود، این یارو که مسئول مبارزه ما با این سلاح بود اینجا بود. حالا دیگه فکر نکنم اینجا وایسه دیگه، همینجوری که اتفاقا میره دیگه. حالا ببینیم چه خبره. حالا شب نرسته بودیم اینجا، هیچ کس نیست. خیلی خوب، باید ببینیم، باید با که صحبت کنیم شاید. Have you need of me? من نیاز داشتی؟ نه تو نیاز نداشتم. ببینیم داخل اون چه خبره. ببین که اینجا بیا اصلا نوع صحبت کردنشون عجیبه. ever نمیگفتم ever since. چه بساطی بوده اون زبونه. مثلا حساب کن اونایی که اون دوره مثلا هخامنشی و اینا مترجم زبان این اینا میشدن، تصور کن چه بگم. اون موقع انگلیسی به این شکل بوده، البته همین جوریش هم نبوده، مثلا گفت قطع قرار قرار اینجوری صحبت میکردن، ولی گفته از زمانی که روتایس پادشاه و سازنده ورموند از اون زمان روستای ملو یکی از روستاهای بسیار حیاتی در خط دفاعی ما در برابر اجدها بوده. با این حال تا الان دو بار اجدها به این روستا حمله کرده و صدمات زیادی زده بود، ولی خب هر بار فرارم کرده. ای بابا
You have failed in your duty as acting chief. تقصیر شماست خانم اولریکا. شما در انجام وظایفتون به عنوان رئیس روستا مشکل داشتید. با احترام میگم جناب مارتین، روستای ما تا الان خیلی از جوانهاشو فرستاده به قلعه های شمالی که اون تو قلعه شمالی که اونجا تکمیل شده، ما مجبور شدیم جوانهامو بفرستیم اونجا. مگر شورای پیشین نبودن که میگفتن که مهمترین چیز اینه که قلعه ها ازشون مراقبت بشه و روستا بعدش دیگه یه چیزی از آمدن به خود روستای ملف بدن؟ و خب در دوران بدبختی ما کل اون قلعه ها بی سر و صدا نشستن، برای خودشون هیچ کاری نمیکنن. قلعه همونجاییه که اول بازی ما توش بودیم. اینا آدماشون رو فرستن به اونجا. آخه چطور میتونین بگید که تقصیر ماست؟ من چنین خبری رو نداشتم. حداقل ملک دیسا چنین چیزی رو به من نگفته بودن که به شما رو مجبور کردن جووناتون رو بفرستیم برن اونجا. ولی من مطمئنم که شورا اینو میدونسته. مسئول شورای قبلی کشته شده بوده یا مرده. به هر حال میگه صبر کن ببینم، تو یعنی میخوای بی احترامی کنی به اون مرد مرده که به ما گفته بیایم اینجا مثلا تو رو بررسی کنیم، یه طرف مرده، یا نه میخوای بگی ملکه دروغ میگن؟ اگه اینطوره بنابراین مشکلات ملف عمیق‌تر از اون چیزی که فکر میکردم. اینجا چیزی به اسم خیانت که میگه اینجا حماقت نبوده که ریشه دوونده، بلکه خیانته که ریشه دوونده. این روستا بایستی کل شاب بده. من چنین حرفی نزدم که بابا ول کنید. حرفای اصلی تو برای خود نگه دارم خائن. من باید برم به ملکه خبر بدم از این قضیه. بزنم بکشمت. پدر سوخته. من الان قدرت انتخاب میخوام. شما دعوای بین مارتین و اولریکا رو شنیدی. اونا چا؟ یا ببینم پدر سوخته. بزنم صحبت کنم چی شده. You came to see me. مادر منو ببینی؟ Forgive me. منو ببخش. من خیلی به یه چیزایی فکر کنم. با این حال نظرت چیه که امشب اینجا بمونی؟ من هنوز به خاطر همه کمک‌هایی که بهم کردی باید به تو یکم مهمون نوازی کنم. کمترین کاری که میتونم بکنم. نه، وایس خودم دهن اون یارو سرویس کنم. به لطف تو بود که حمله اجدا اینجا خونسا شد به مل. مردم این روستا خیلی با ارزش تر از من با ارزش تر از جون خودم برام هستن حتی. و اینکه تو کمک کردی اونا رو نجاتشون بدم، واقعا از ته قلبم از ممنونم دوست من. آره، فقط می‌خواستم اینو بدونی. اگه چیز دیگه هم نگفتم دیگه. حالا وقت خوابیدنه. آره، کارهای زیادی برای روستا باید بکنیم و بعد نیست که خواب خوبی داشته باشیم. تخت چجوریه؟ حالا خوابیدیم؟ خب خوبه، یه دور مفتی خوابیدیم. اینجا یه چیزیه. اینجا هم تو من بیرون. اولریکا کجاست؟ The Queen Regent has declared that Ulrika be apprehended as a traitor to the kingdom. ملکه دستور دادن که اولریکا به عنوان خائن به پادشاهی چیز بشه، معلق بشه و اعدام بکنن. All who seek to abet her will be tried in turn. هر کسی که بخواد ایشون رو نجات بده مجازات میشه. اونم زود بیارش پیش من. اولریکا رفته. What? چی؟ She stole away in the dead of night. اون شبونه فرار کرد و رفت. آره، اگه بپرسید خیلی از مردمی که اینجا هستن تاییدش میکنن. نمیتونم بگم چرا، ولی معتقدم که کلمات شما رو به قلب یعنی قبول کردش و پاشد رفت فرار کرد. وقتی فهمید که نقشش برای شورش لو رفته، تصمیم گرفت که روستا رو فرار کنه. You would have me believe that Ulrika was acting alone. میخوای من باور کنم که اولریکا تنها بوده و بقیه روستا به دنبال شورش نیستن؟ بله، خلاصش همین بود که می‌خواستم بهتون بگم. بسیار خوب. باشه، حرفتو قبول می‌کنم قربان. با این حال نبود یه رهبر خیلی زود باعث آشوب میشه. فعلا روستای شما در دست من خواهد بود.
اگه همون جوری که شما گفتید باشه فکر نکنم اعتراضی باشه. یعنی از اون آدم های پاچخار حالم به هم بخوره که یعنی آدیدی آدم های هستن میدونه حرومزاد از خودش، خب فقط بلده چجوری به زور ولی بدونی که صداشو بالا پایین کنه حرف بزنه. بعد هم میاد از آدم های اینجوری. من خودم اینو از بالا با اون چیزه میکشمش، باور کن. از این بر راحت هم تونیم بریم بالا به جایی که اون هم پله رو بریم بالا. خب حالا من چیکار کنم؟ اونا کیه اومد دارم میدونم؟ بزنیم با این یارو صحبت کنیم به نظرم. خب به نظر میدونم کنیم اینجا ای آره یه نیازی به داشتم، رب داره به اوریکا. You've heard she fled the village. دیدی که از روستا فرار کرده. با این حال ولی خب اون که اینجا رو ترک نکرده، فقط رفته که اونجوری اوضاع خراب میشه. اون روستا رو رفت تا بتونه مسئولیتش رو انجام بده، تا از ورمون در برابر اجدعا مراقبت کنه. ولی اینکه کجا رفت من نمیدونم و خب هوشمندانه نخواهد بود که من برم دنبالش، چون من به حال بعد اینجا باشم و مراقبت کنم از نیروها، چون اگه نباشم اونا حساب هم میرسن. ولی تو که میتونی بری دنبالش، میشه بهم بگی اگه پیداش کردی بهم بگی کجاست؟ فقط مطمئنم توی پنجولای ملکه نیفته. اولریکا رو پیدا کنم. اولریکا رو از کجا پیدا کنم؟ شاید تو اتاقش چیز نوشته باشه برامون. قانون توی این بازی همه چی اینجوریه. این نامه برامون نداشته؟ نه. بیدیم توی این چیه؟ بیا الان به کسی همون پر شد بمیریم یا کسی رو بخواییم زنده کنیم باید میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب دیگه الان اینجا الان دنبال این دختر گشتن به نظرم فایده نداره. این رفته یه جایی بعدا میبینیمش. من میگم سوار بشیم و برو بریم. خب ایول بدون هیچ مشکلی رسیدیم. یک مشکل هم پیش نیومد. الان وقتی شما برگردیم به نظرم خونمون و یه سیف بکنیم. خیلی خوب شبانه بایستی بریم به مشروب فروشی پیش آقای رئیس. الان کلی حرف داریم. بله در رابطه با ساورنه میخوام باید بگم. تونستین اطلاعات خوبی از این ساورنه دروغین به دست بیارید؟ بله بیا این نامه دوز بودنش که تحت تعقیب بوده. بله این یه نامه بازداشته برای مردی به اسم دارا. ولی سبکون ببینم. سبکون ببینم توضیحات و توصیفات که از این مرد شده دقیقا همون چیزی که این ساورن دروغین ما داره. متوجه شدم. اگه اعلی حضرت شما مطمئنید که اینا یکیان پس منم مطمئنم. با این حال ولی خب متاسفانه این کاغذ به تنهایی نمیتونه دلیل خوبی باشه. ولی البته ولی در واقع شما میخواید اینا رو پخش کنید توی شهر تا مردم اینا رو ببینن و اونا شک کنن. نقشه هوشمندانه ایه. ملکه اینجوری مجبور میشه که ارتباط خودش رو با این ساورن قطع کنه و خب همین میتونه به عنوان یک شاهد باشه برای وجود فردی به اسم دارا. ما اینو میریم پخش کنیم تو شهر که دنبال همچین آدمی هستن. هر کی بگیره مثلا بیاره تحویلش بده پولی بهش میدیم. خب اینجوری تا زمانی که اون خودش نیامده خودشو اعلام کنه نگرانش کردیم دیگه. در این مدت توی قلب مردم شهر یه شک و شبهه ایجاد میشه که اوه این اریزن جدید مشکل داره. آره نقشه هوشمندانیه. مطمئنم که این کاغذه به بختش به سودمون خواهد بود. 7000 تا به دراگون گیز دیگه بهمون داد. گفتیم تو اون قسمت که با این میتونیم بریم چیزا رو پیدا کنیم، ویکستونا رو پیدا کنیم. خب این یه ماموریت. خیلی خب من برگشتم خونه، لباسم رو عوض کردم، لباس اینجوری پوشیدم و سلاحم فعلا ریموف کردم که شاید به سلاحم گیر بدن. اینا با سلاح بریم. بدونم قبول میکنه چی؟
وقتی وارد اونجا بشیم همه چی تغییر میکنه. خیلی خوب، بسیار خوب. فردا صبح میخواد اون اتفاق بیفته، تاج گذاری. بهتره که صبح زود را بیفتیم تا قشنگ شب خوب استراحت کنید، آماده بشید. روز بعد قصر ورورز. ببین مثلا از این یه چیز عجیبیه اینجوری بینیمزه، یه دفعه سیاه میشه بینیم تو اینجا. وای رو پانمونه تأثیری گذاشت. آی استاد باید اینجا بریم، بدن من دیگه در ازم دو پیروی نمی کنه. یه صدایی هست درون ذهنم داره به من فرمان میده، داره ارادم رو تحت کنترل میگیره. ارادت رو کنترل میکنه؟ ممکنه قدرت گادسفی باشه؟ باید بلافاصله اینجا رو ترک کنیم. فکر کنم نقشمون درست پیش نره. بیا برگردیم به مسافرخونه دوباره. ای بابا چی شد؟ این همه زور زدیم همین؟ اوه قلبش از کجا اومد؟ این یه تلسمی رو قلبشه. پس به تخت پادشاهی نشست. بله وی بین هد، جمله رو ببین. ما بوده هستیم. الان این یعنی چی آخه؟ یعنی فکر کنم سرمون کلا باشه. The false sovereign commanded the pawns at the coronation, proving his own powers are risen. اوه میگه گولمون زد، میگه اون سابرن دروغی تونست به این پانه چیز کنه، ردش کنه و عقبش بزنه و خودشو به من عریزن تایید کنه. According to Regent Kingsben, بر اساس گفته ولیعهد سوئن، این آدم دروغگو یه گردنبند خاص عجیبی رو گردنش بوده. حدس می‌زنم که این گردنبنده بوده برای اینکه بتونه جلوی ما رو بگیره و همون چیزی بوده که گاتسفی توی نامش گفته بود که از این همسی بخواه اسپار کنن. به نظر میرسه که این گردنبنده یه وسیله که قدرت شبیه به قدرت یک عریزن به اون فرد میده. برای همین اون اتفاق افتاد برای پاهن تو. Unless we find some way to unmake this God's power, زمانی که این قدرت شیطانی که این یارو داره رو پیدا نکنیم، جلوشو بگیریم چه جوری؟ چون نمیتونید قدرتتون رو مشخص کنید، بری اونجا نشون بدید. اصلا نمیذاره وارد بشه اونجا. بذارید من برم دنبال راه میگردم، بعدم بهتون خبر میدم. ای تو رو. اگه پول میدادی به هیچوقت انتظار نداشتم همچین چیزی بشه. این گاتسفی چیه دقیقا؟ گرمنده. بعد منتظر باشیم که کاپتان برند کارش انجام بده. خیلی خوب، ما برای که اون بره کارش انجام بده این قسمت رو تمامش بکنیم و توی قسمت بعدی میریم یه کارهای دیگه جالبتر انجام بدیم. منطقه اینجا رو بیشتر میگردیم تا ببینیم بعدا چی میشه. مرسی که تماشا کردید، این قسمت خیلی جالب بود. بازم با این وجود همواره سیو بچه ها. این بازی نکته اصلیش همین سیوه. همیشه قبل از یک کار مهمی سیو کنید که اگه تو اون کار مهم گند کاری شد برگردید عقب و همش نگران نباشید. یعنی من واقعا دیگه شد برام این قضیه که نگران نباشم که همش بخواد چی بشه، چون بازیش مثلا قابل پیش بینی نیست که چه اتفاقایی میخواد بیفته. ولی این قسمت هم جالب بود. تو قسمت بعدی احتمالا میرم مناطق رو میگردیم، کلاسمون رو گسترش میدیم و کلی چیز میسازیم. الان ما هنوز تازه تو ورموندیم. یا کن این همه از مپه مونده، بعد تازه اینور بتال مونده و اینا. فکر کنم اینجا بتال باشه. اگه اینجا بتال بود آره دیگه، اینجا هم بتاله. بریم ببینیم چی میشه دیگه. مرسی، تا قسمت بعدی، خدافظ.